سلام، من سامان اربابی هستم و این دومین قسمت از سگانه پارازیت ویژه انتخابات با ته دسته داره، یعنی پارازیتش. برگزیده همه رویدادهای هفته گذشته. هفته پیش محمود احمدی نژاد که کمتر دیده شده دروغ بگه، اصلا دروغ نمیگه، در مراسم سالگرد انقلاب داشت پیشرفتای خیره کننده ایرانو در 33 سال اخیر توضیح میداد و میگفت در زمان من ایران قهرمان مسابقات ماکارونی سازی منطقه شده، در زمان من در ایران 3000 میلیارد کیلو مقاله علمی تولید شده، در زمان من در ایران صنعت نانو تکنولوژی، ماموگرافی، تکنولوژی، بیوتکنولوژی، بیوتکنوریفتیریک لانس و اینا قهرمان کل دنیا شده، ولی مردم دسترسی به ایمیل خودشون نداشتن. ایمیل یعنی اینترنت رو قطع کرده بودن. آقای تکنولوژی و اقتدار ما تنگ میبندیم و حال میگیریم و اینا. اینترنت رو قطع کردی؟ نمیدونم به 25 بهمن ربط داشته نه، شاید یکی دستش خورده فیوز کارخونه اینترنت پریده. اما تو این آمریکا که شیطان بزرگم هست، یه جرمی هست به نام دزدی هویت. Identity theft, my friend. مثلا اگه من بیام تو فیسبوک اینجوری یه اکانت زیر اسم آقای جورج کلونی باز بکنم، ایشون میتونن تشریف بیارن و منو ببرن دادگاه پدرمو در بیارن، یا برم وبسایت davidbeckham.com وردارم و همینجوری عکسامو اونجا پخش و پلا بکنم و اینا، اون پس فردا میاد سراغم که البته میتونیم با هم دوست بشیم و اینا، اولین بار میشه اینا، ولی میاد سراغم و پدرمو در میاره، من که من اجازه ندارم از اسم ایشون استفاده کنم برای کار شخصی خودم. ولی ما دیروز یه کاری با آقای خامنه‌ای داشتیم که هرچی تو این گوگل می‌زدیم www.khamenei.net صفحه آقای رفیق دوست هم میومد بالا. حالا میگین تئوری توطئه است و خالی بندی و کار انگلیسی‌ها و اینا جای خودش، ولی نکنه آقای رفیق دوست یا همون سردار رانندگی پیش خودش فکر کرده شاید یکی از خارج خواست از ایران نفت بخره یا مثلا به ایران اسلحه حتی بفروشه. احتمالا قیافه آقای خامنه‌ای هم که اصلا نمیشناسه که بیا تو این سایت اصلا بفهمه داستان چیه. ما این سایت رو همینجوری میگیریم دیگه، مهم نیست. خدا رو چه دیدی اصلا شاید فردا گرون شد. برای نجات اقتصاد لایحه حذف 4-0 از پول ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت. بعد از سخنرانی آقای احمدی نژاد که جمعیت دنیا رو به جای 7 میلیارد 7 میلیون نفر اعلام کرده بود، معلوم شد علت این حذف چی بوده. حدود 7 میلیون نفر جمعیت زندگی میکند در کره زمین. در کل جمهوری اسلامی هیچ کس جز آقای خاوری نبوده که بتونه عددهایی که بیشتر از 6 تا صفر دارن رو بخونه. خبر دیگه اینه که قراره دادگاه محاکمه متهمین اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا همون اختلاس کشی هفته دیگه به صورت علنی برگزار بشه. جناب خاوری که کانادا تشریف دارن، آقای جهرومی و بروجردی هم که حتما جزایر قناری هستن. معلوم نیست کدوم کارمند بیچاره قرار جاشون اعدام بشه. خدا بیامرزتش. مهر نیوز نوشت که ایران صادرات نفت به 6 کشور اروپایی رو متوقف کرد. پیچشو بست. دلیل این کشورهای اروپایی میخواستن نفت ایران رو تحریم کنن، یعنی ایران برای اینکه کم نیاره خودش پیش دستی کرد و خودش رو تحریم کرده. هیچکی نمیتونه مثل ماها رو خودش رو بگیره، نه نه آقا. اما هفته پیش ما یکی از گروه های سیاسی که در انتخابات مجلس لیست داده بود به نام هفته به اضافه 8 رو خدمت شما معرفی کردیم. این هفته میریم سراغ رقیب هشته به اضافه 7. فکر میکنید رقیب گروه هفته به اضافه 8 اسمش بعد باشه چی؟ یه چیزی تو مایه هفته ضرب در 8 فوش، یا هفت به توان 8، یا 70,000 به علاوه 80,000 مثلا. اسم اینا ولی آدمو یاد گزارش‌های هواشناسی میندازه. توده ابر متراکم، جبهه هوای سرد، جبهه پایداری، عقلانیت، معنویت، عدالت، حول محور ولایت. این شعار این جبهه هست که با توجه به اعضای این جبهه منطقی به نظر میاد. مثلا مرتضی آقا تهرانی میشه سمبل عقلانیت، آقای حسینیان که خودش گفت تو کار قتل و ایناست میشه سمبل معنویت، آقای مسئولی هم که خود سایت های دستدار و بی دسته دست راستی موندن که ثروت ایشون بیشتره یا شرکت نفتی کویت میشه سمبل عدالت، استاد مصباح هم خب میشه محور ولایت، نه خود ولایت ها، اونو بعدنا میخواد بشه، الان میشه محور یا همون دسته ولایت، و ایشون
نقش بالایی برای مردم و کلن انتخابات قائلن. نقشی در حد سوتسوتک، چونده، شلقم، یغلوی. یغلوی؟ اینا. مثلا گفت، ببخشید، فرمود، فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. فهمیدین؟ یعنی ایشون وقتی ولی فقیه بشه میزنه همه رو همچی نصب میکنه پا پا. یا مثلا اگه یکی صلاحیت داشته باشه، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. نداره اصلا، تو چیکاره ای نداره. تا ایشون ببخشید امام نگن حق حکومت نداره. مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی رو؟ نه معلومه ندارن. اصلا من از طرف مردم از شما معذرت میخوام، شما ناراحت نشید. مردم تعیین کردن اینکه به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه. مردم چه حق داشتن رو بده؟ مردم چه حق نیست میتونه حلو بده؟ ها؟ مردم چه حق داشتن رو بده؟ آقا من نمیفهمم ایشون چی میگه، یعنی که شما هم قاطع زدین مثلا. میگه مردم حق ندارن کسی رو انتخاب کنن که بهشون حکومت کنه. تا وقتی ایشون یارو رو نصب نکنه طاغوته. یعنی اراده مردم تا ایشون نگه، اینم پی میفته که ایشون اگه نگه اراده مردم کشکه. اون وقت این آقا که به رأی مردم اصلا اعتقاد نداره اومده لیست داره برای انتخاب مجلس. یعنی بیاین به اینا رأی بدین که نماینده شما بشن که پشم. که در وقتی من منصوب برخشید ایشون منصوبشون نکردن طاغوتن. به این میگن برای دموکراسی، برای دموکراسی، متا دموکراسی، هایپر دموکراسی. همه این حرفا یه طرف، ما این داستان روکشای موشمایی این صندلی‌ها رو تو مراسم حکومتی نمی‌فهمیم. قراره پس بدین اینا رو؟ نکنه مالی کس دیگه است، نمی‌خوان کثیف بشه. مسابقه هفته. چه عاملی باعث عدم شرکت مردم در انتخابات می‌شود؟ الف دشمن، ب فتنویون، جیم انحرافیون، دال حواس بی بصیرت. پاسخهای خود را به خط میخی در فونت سایز 144000 به آدرس ایمیل آقای جنتی www.com پست کنید. حالا میریم به بخش گزارش‌های زنجیره‌ای این هفته. توماس جفرسون گفته همه انسان‌ها برابر زاییده میشن. شاید این حرف درست باشه. ولی میدونیم برابر زندگی نمی‌کنن. مثلا من با این آقا برابر نیستم. حالا شاید نزدیک باشیم ولی برابر نیستم. یا شما با ایشون عمرن تا آخر عمر از لحاظ صرفای تو حساب بانکیتون برابر بشین. یا کل آدم های دنیا با ایشون هیچ وقت برابر نیستن. فهمیدی؟ آدم ها برابر به دنیا میان ولی برابر زندگی نمی کنن و قطعاً برابر نمی میرن. مثلا یکی مثل ایشون اگه ارتحال کنن یک کشور باید به زور عزاداری کنن، ولی اگه همه اینا بمیرن آخرش اندش یه عکس از توش در میاد برای یه مجله. برای من که تو کار کشف حقیقتم مثل زندگی آدم ها همه پرونده ها با هم برابرن یا نیستن چه فرقی میکنه؟ من همیشه طرفدار عدالتم. عدالت است. او ببخشید عدالتم و از آدم هایی هم که دنبال عدالت بودن خوشم میاد. برای همین مطمئن بودم اگر همه دنیا در مورد کشتار مسلمان های چین سکوت کنن، این حکومت ایران که همیشه پشت و پناه مسلمان ها سکوت نمی کنه. مثلا در سال 2009 در پی اعتراضات مسلمان های اویغور چین که در آن هزاران نفر کشته شدن و در یک مورد اعتراضی تنها 10,000 نفر ناپدید شدن، مطمئن بودم مقامات ایران ساکت نمیشینن
و تحقیقات جامعه من نشون داد که بله مقامات ایران سکوت کردن، خب ناپدید شدن، کی میدونه، شاید رفتن پیکنیک، یادشون رفته خبر بدن، شاید هم قایم شدن یا غرق کردن، یا مثلا موبایلاشون از دسترس خارج کردن. وگرنه مقامات ایران برای جون تک تک مسلمان‌های دنیا ارزش برابری قائلن. مسلمون مسلمونه، چه تو چین باشه چه مثلا تو چچن. خب اصلا همین چچن که در دو جنگ با روسا چیزی بیش از 100,000 کشته و 500,000 آواره داده، حتما بدون هیچ توجیهی حکومت ایران از اونها دفاع کرده. و تحقیقات وسیع من هم ثابت میکنه که بله، توجیه ایران اینه که دخالت تو امور داخلی هیچ کشوری نمیکنه، به ویژه روسیه. خب حق دارن، روسیه هم تو امور داخلی ما دخالتی نکرده، یا اگر هم 30-40 باری کرده اتفاقی توپشون افتاده تو حیات مجلس و انتخابات و اینا، مهم نیست، مهم اینه که ارزش جون آدم ها برابره. مگر اونجایی که تو چچن به دنیا بیاد. ولی وقتی تلویزیون رو روشن میکنی و میبینی توی سوریه اینجوری بیرحمانه دارن بچه های مردم رو تیکه تیکه میکنن و توی یه سال 6,000 نفر شهروند معمولی فقط کشته میشن، میدونی که حکومت ایران با غیرت مثال زدنی حتما تا الان به این کشور لشکرکشی کرده تا مسلمونا رو از دست این کفار نجات بده. و وقتی آدم میاد و میبینه که مقامات ایران در مورد سوریه چنین حرفهای آتشینی میزنن، میفهمه که خب بی خود نیست که مارکوت پیکل میگه سکوت سرشار از ناگفته هاست. ناگفته هایی که خیلی معنی میدن، ناگفته هایی که پر از رمز و رازه، ناگفته هایی که فقط آدم های نابغه، تیزبین و باهوش میفهمن. اما جیمز براون میگه دوست آن است که گیرد دست دوست. اگر حکومت ایران به خاطر اینکه دوست نداره تو امور داخلی کشورها دخالت کنه و مثل سوئیس بی‌طرف بمونه، مردم ایران که لزومی نداره بی‌طرف بمونن. و تحقیقات من این موضوع رو ثابت میکنه که مردم ایران از نون شب خودشون میزنن و به دوستهای واقعیشون کمک میکنن، مثلا این روستاییان در کوهکیلویه. حاضرن مدرسه نداشته باشن و با تلکابین دستی برن اون برای روزخونه و خطر قطع انگشتان دست بچه هاشون به جون بخرن تا دولت ایران بتونه برای برادرانشون در لبنان 140 مدرسه بسازه، یا مثلا سرانه درمانگاه در بعضی بخش‌های خراسان جنوبی برای هر 12,000 نفر یک درمانگاه است، ولی این مردم با معرفت با روی خوش این شرایط رو تحمل میکنن و از دست دولت شاکیان که چرا فقط 20 مرکز درمانی در جنوب لبنان ساخته، یا فقط 20 تا پل اساسی، یا 200 کیلومتر، فقط 200 کیلومتر بزرگ را کشیدن تو لبنان. حالا حتما میگی لبنان از سر تا تهش 200 کیلومتر نمیشه. خب نشه. خلاصه تحقیقات من نشون میده علت نارضایتی مردم ایران در مناطق محروم اینه که دولت داره در زمینه کمک به لبنان کوتاهی میکنه. مگه ما هر وقت از برادرای لبنانی خواهش کردیم به ما کمک کنن اونا کم گذاشتن؟ بله، آدم باید دست دوستانشو بگیره و قدرشونو بدونه. مثلا اگر ایران به حماس 370 میلیون دلار کمک میکنه و بعد این آقا که رئیس حماس را میفته میره بحرین برای اینکه از صدام بدتر، اهمیتی داره؟ اشکالی نداره، دوست ماست. خب در پایان این تحقیقات باید بگم خوشحالم که دوستایی به این خوبی داریم. یاد این گفته اسکار وایلد میفتم که دوستان واقعی از جلو خنجر میزنن. برادران لاریجانی که سه ترکه بر سمند سیاست سوارن، تا ازشون غافل میشیم یه حال اساسی به حقوق بشر میدن، همچین ارتقاش میدن. چند روز پیشم یه کنفرانس گذاشتن در همین مورد حقوق بشر، برادران لاریجانی حقوق بشر. کنفرانس هم اینجوری هم که یه لاریجانی سخنرانی میکنه، یه لاریجانی گوش میده، یه لاریجانی هم پشت در کشیک میکشه، همه اینا نوبتی این شکلی. تو سخنرانیشون از همه چیز میگن حقوق بشر. مسئله حقوق بشر از مسائل بسیار مهم
در اندیشه بشری است. حقوق بشر یکی از مسائل مهم بشری است. خیار سالادی برای سالاد بهتر است. فشار بین المللی. تحت فشار قرار دادن کشورها به عنوان حقوق بشر مثل خود ما که قربانین حرف هستیم. انتخابات. عدل و دلیل بر اینکه این انتخابات انتخابات مردمی این که واقعا جبهه‌های مختلف اومدند و رفتند، چپ ها اومدن، راست ها اومدن، ملایم ها اومدن، سازندگی ها اومدن، اصلاح طلب ها اومدن، همش اومدن و رفتن. اومدن و رفتن ملایم ها، در واقع بعضیشون اصلا رفتن سوت رفتن اونجا که عرب نینداخت. دیگه خبری هم اصلا ازشون نشد. یه جایی تو مایه دیار باقی این صحبت ها. سوریه. تمام غرب و شرق بسیج شدن برای اینکه سوریه را یه جور درست حقوق بشر نداره و اگر مخالفت روسیه و چین هم نبود این هم تصویب میشد. این روسیه و چین خیلی باحالن. حقوق بشر اسلامی میخواین؟ فقط روسیه و چین. بحرین. حالا سوال اینه که بحرین کنار گوشمون نیست، حقوق بشر نداره، با ماشین زیر بگیرن شیعیان رو، این حقوق بشر نیست. چرا تو بحرین زیر بگیرن شیعیان رو؟ حقوق بشر داره. تو تهران با ماشین زیر بگیرن شیعیان رو؟ خیلی نه. شده اینقدر. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و در مکانیزم کارش هم میگه ما رفتیم کسانی که به اصطلاح مورد تعدی حقوق بشر قرار گرفتن باشون صحبت کردیم. خب یه طرفه صحبت میکنیم، خب به طرف طرف دیگه هم ببینید، بشنوید، عدل رو ببینید. آره دیگه، باید حرف شکنجهگر رو بشنوید دیگه، دلیل داره ناخونتو میکشه بابا، واسه خوبه. کهریزک. مثلا اینجا ادعا میشه در باب کهریزک، خب اتهام این هست کسانی در قتل اونها شرکت کردن، معاونت داشتند. بعد میگه که خب ولی قضات اسم قاضی رو میبره، من ها کار ندارم اسم ببرم. اسم نبر، آبره یارو میره. هیچ کس هم نمیدونه این قاضی کیه. الو، اول اسمش هم سعید مرتضویه. ها قضایی شد. سیانت. اسم قاضی رو میبره، میگه اینها سیانت دارن و غیر قابل طرح دعوا هستن. آقای بهرامی، حجت الاسلام آقای بهرامی تشریف دارن اینجا، رئیس سازمان نیروی مسلح، اینطوریه. قاضیش معلقه، هنوز معلقه، تعلیق داره. چطور میگن سیانت داره؟ ما نمیفهمیم این دروغای به این آشکاری از کجا میاد آخر؟ واقعا از کجا میاد؟ قاضی تعلیق شده، بعدم ارتقا گرفته شده رئیس ستاد مبارزه با قاچاق دیگه. تازه سر داستان زرکازمی و مطبوعات و اینا من خیلی بنده خدا دوشیفته زحمت کشیده. واسش چای بیاریم زول بیا. و در مورد بی‌طرفی در نظام قضایی، به خلاف مدعیات لیبرالیستی که مدعیان ما با بی‌طرفی میتونیم نظام و حقوق بنا کنیم، این حرف خلافه. خلافه، خلافه. رئیس کل عدالت مملکت میگه بی‌طرفی در نظام حقوق خلافه. یه تیر خلاف بزنین اینجا. خلاف. در این قسمت برنامه ما یه بخشی رو معرفی میکنیم که شما باید ما رو در اون یاری کنید. ما یه عکس نشون میدیم، یه عکس، شما براش شرح بنویسید. این عکس رو نگاه بکنید، به صفحه فیسبوک برنامه برید و یه شرحی برای این عکس اونجا بنویسید. ما اون وقت هفته دیگه بهتریناشو انتخاب میکنیم و براتون میخونیم. اسم نیما راشتن هستم. من علی افشاری هستم. اگه برگردی ایران دوست داری اول کجا بری و چیکار کنی؟ دوست دارم تحقیق کنم، دوست دارم برم یه مرکز دانشگاهی، شرایط فراهم بشه و بتونم تحقیق کنم، دسترسی به آمار ارقام داشته باشم، بتونم به سوالاتی که همیشه تو ذهنم بوده جواب بدم. خب اول از همه خوب میخوام برم به شهر خودم و بعد برم به دانشگاه پلی‌تکنیک. کجا؟ قزوین. آیا حکومت ایران مشروعیتش رو از رأی مردم میگیره؟
نه، حکومت ایران مشروعیتش از بستن جیمیل مردم میگیره. نه، حکومت ایران مشروعیتش به ادعای خودش از ایدئولوژیش میگیره، از آسمون ها میگیره. رأی مردم جنبه تزیینی داره. به نظر شما انتخابات چه نقشی در ساختار قدرت ایران بازی میکنه؟ اینکه مردم برای یک بار دیگه و ده بار دیگه میفهمن که حکومتشون دروغ میگه، رأیشون رو تغییر میده و ارزشی برای نظر و عقیده اونا قائل نیست. انتخابات فقط در اصل مشخص میکنه که کدوم گرایش در داخل حکومت دست بالا رو پیدا خواهد کرد و توزیع قدرت رو به صورت محدودی در داخل بلوک قدرت و حکومت مشخص. آیا آقای خامنه‌ای به فکر حذف ریاست جمهوریه؟ آقای خامنه‌ای حتی دست راستش مشغول حذف دست چپ خود ایشونه. فکر میکنم ایشون به هر حال اینقدر زوربریاش رو حذف کنه که در زمانی فقط مشغول حذف اعضای جواهر خودش بشه. آقای خامنه‌ای در فکر تغییر نوع ریاست جمهوری هستش، یعنی اون از شکل انتخاب مستقیم توسط مردم به صورت غیر مستقیم توسط منتخبان خودش در مجلس. در پایان دوره آقای احمدی نژاد، آیا فکر میکنین ایشون و تیمشون بدون دردسر قدرت رو به نفر بعدی منتقل میکنن؟ نه، من چنین فکر نمیکنم. راستش من اصلا متوجه نشدم که آقای احمد نژاد اومد و رفت. به نظرم هم تأثیری نداشت، به نظرم کسی دیگه هم که میومد تأثیری نداشت. آقای خامنه‌ای بود که تصمیم میگرفت، ایشون بود که با خودش مشغول بود، بسیار هم با خودش مشغول بود، حذف میکرد، میگرفت، میبرد، تعدیب میکرد و به هر حال کشور رو به اینجا کشوند. آیا این سپاهی که آقای خامنه‌ای کنترل میکنه یا برعکس؟ فهم این سخته. درون آقای خامنه‌ای موجودی وجود داره که ایشون نیازمند اینه که سپاه پاسداران اون موجود رو کنترل کنه که بعد اون موجود آقای خامنه‌ای رو کنترل کنه. نه، من برعکس میبینم. البته این معنا نیستش که یک طرف فقط تأثیرات یک طرفه هست. تقریبا دو طرفه هست، ولی به طور نسبی تاثیرگذاری آقای خامنه‌ای بر بخش رسمی سپاه بیشتر. آیا پروژه هسته‌ای ایران مصرف داخلی هم داره؟ والا من در رابطه با پروژه هسته‌ای ایران چیز خاصی نمیدونم، جز این که داره کمترین میزان حق حیات رو از این مردم میگیره. آخه مردمی که نمیتونن برن ایمیلشون رو چک کنن، بمب اتم برای چی میخوان؟ بله، حتما مصرف داخلی. چرا ایران این همه اصرار به ایجاد محدودیت برای اینترنت داره؟ نمیدونم، از خودشون بپرسیم. به خاطر اینکه بالاخره یه کودکی فکر میکنن پیدا بشه از توی اینترنت و داد بزنه که حاکم ما لخته. خاطر اینکه خب اگر محدودیت ها نباشه، جریان آزاد اطلاع رسانی شکل میگیره، مردم متوجه همه اخبار میشن و معلوم میشه که نادرستی برخی از ادعاهای حکومت معلوم میشه و در مجموع هم بحران اقتدار پیدا میکنه و هم بحران بقا. فکر میکنین در چه شرایطی حکومت به پایان دادن حبس خونگی خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی رضایت بده؟ اگر یک کسی با چماق محکم بکوبه تو سرش. تو سر کی؟ تو سر حکومت قربان. درست، در شرایطی که احساس میکنه حضور عادی اونها منجر به حرکتی در جامعه نمیشه. محمد مصدق و آقای حسین علی منتظری تا پایان عمرشون در حبس خونگی موندن. آیا حکومت چنین سرنوشتی رو برای موسوی و کروبی در نظر گرفته؟ اگر آقای موسوی و کروبی سرنوشتشون مثل آقای مصدق و آقای آیت الله منتظری بشه، به باور من انسانهای بسیار خوشبخت و نیکبخت خواهند بود. در مورد آقای منتظری این درست نیست. ایشون تقریبا در چند سال پایانی عمرشون در هسته خانگی نبودن. اما در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کردوبی فکر نمی کنم. من فکر می کنم به حال حکومت اونها رو در یک مقطعی آزاد خواهد. ایران برای حفظ بشار اسد تا کجا حاضر هزینه بده؟ من فکر می‌کنم ایران الان کلاه خودش رو با دو دست چسبیده که باد نبره. منتها همین قاعده‌ای که گفتم، یعنی هر سیاه‌کاری که در دنیا هست، این کلوپ به دیکتاتورهای خونریز به هر حال همدیگه رو پشتیبانی می‌کنن. آره، از این جهت ایران داره از بشار اسد حمایت می‌کنه. ایران مسئله اصلیش حفظ سیستم بشار اسد هستش، ولی اگر رفتن بشار اسد منجر به رفتن سیستم حکومتیش هم بشه، ایران فکر می‌کنم تا آخر، یعنی ایران یعنی جمهوری اسلامی تا آخر ایستادیم. فکر میکنی تحریما رفتار دولت ایران رو تغییر بده؟ من فکر میکنم اگر تحریما قادر رفتار رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو تغییر بده و آقای ماندلا رو از زندان آزاد کنه، قطعا تحریما میتونه زندانیان سیاسی ایرانی رو هم آزاد کنه. اگر میتونه خانم آن سان سوکی رو از حصر خانگی در بیاره، قطعا تحریما میتونن کسایی که در ایران در حصر خانگی هستن رو در نیارن. اساسا مخالفت با تحریم رو نمیفهمم. مخالفت با تحریم اینه که موسوی و کروبی در حصر نگه دارید تا بپوسن، زندانیان سیاسی را آزاد نکنند. در کوتاه مدت خیر، ولی در میان مدت امکان تاثیرگذاری. با توجه به شیوه تصمیم گیری در ایران،
آیا غربی‌ها باید امیدوار باشن که از راه مذاکره با ایران چیزی عوض بشه؟ ایران که شیوه و روند تصمیم گیری نداره، آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره، بقیه هم باید خفه‌شن، سرشون رو بالا پایین کنن، تصمیمشون رو تایید کنن. من روند تصمیم گیری در ایران رو نمیفهم. قطعاً یک حکومت دموکراتیک در ایران به هر حال مشوق صلح و دوستی با دنیا خواهد بود و قطعاً در اون شرایط ایران حضور بهتری در جامعه جهانی داشته، برای غربی‌ها هم بهتر خواهد. بهار عربی منطقه رو به سمت دموکراسی میبره یا بنیادگرایی؟ نمیدونم، بستگی داره که مردم این منطقه چقدر شعور داشته باشه. این هنوز معلوم نیست، ولی به نظر من هنوز امید برای اینکه بیشتر به سمت دموکراسی ببره وجود داره. دولت آمریکا در حمایت از جنبش سبز کوتاهی کرد؟ بسیار بسیار بسیار. دولت آمریکا در تاریخ خودش به هیچ اندازه اینقدر کوتاهی نداشت. با حدی کوتاهی کرد، ولی به نظر من اینقدر در اون حدی نبود که سرنوشت این جنبش رو بتونه تغییر بده. اصلاحات شکست خورده. موافقم. کلمه مثبتی. سعید حجاریان مغز متفکر، اصلاحات شکست خورده. یک استراتژیست و تئوری پرداز برجسته، ولی در عین حال بخشی از زندگی سیاسیش در زیر سایه و زیر سوال. سعید امامی مغز متفکر، گفتمانی که امروز در ایران حاکمه. انسان خبیث. هاشمی رفسنجانی فردی که دوست داره تصویر بسیار سازنده ازش در تاریخ بمونه. مردی برای تمامی فصول قدرت. رحیم مشایی آدم خوبیه، من اگر که بیرون از ایران بود حاضر بودم برم باش آبجو بخورم. فردی عجیب. آیت الله جنتی راجبشون چیزی نمیشه گفت، واقعا در فرهنگ ایرانی توهین به افراد کهنسال، خصوصا اگه خیلی کهنسال باشن، امر ناپسندی. مردی برای تمامی اعصاب. روشنفکر دینی شترگاه پلنگ، چیزی که به لحاظ تئوریک وجود خارجی نداره اما در عمل وجود داشته و منشأ کلی خیرات و برکات بوده. تلاش و در اصل یک راهبرد نظری و سیاسی مناسب برای جامعه ایران. اصلاحات یا تغییر؟ هم اصلاحات و هم تغییر. تغییر، ولی با هم منافاتی ندارن. دموکراسی پارلمانی یا ریاستی؟ دموکراسی. ریاستی. آبی یا قرمز؟ قرمز. بنفش، ارغوانی، نارنجی. نیما یا شاملو؟ شاملو. نیما. مجاهدین انقلاب اسلامی یا مجاهدین خلق ایران؟ سازمان مجاهدین خلق انقلاب اسلامی ایران. بین این دو مجبور به انتخاب باشم، مجاهدین انقلاب اسلامی. مک یا پی سی؟ پی سی. مک. چای یا قهوه؟ قهوه. چای. رستم یا سهراب؟ سهراب و کمی هم رستم. آره رستم. تونس یا لیبی؟ لیبی. لیبی آقا، لیبی. تونس. نادر یا سیمین؟ هیچ کدومشون. سیمین. چپ یا راست؟ راست. چپ. بزرگترین مشکل ایران؟ بزرگترین مشکل ایران اینه که مردم چیزایی رو که فکر میکنن درونش هست دقیقاً برعکسش رو به زبان میاره. معضل فرهنگی. انقلاب 57 اشتباه بود؟ نه. اشتباه، وحشتناکترین اشتباه. یک کشوری که از کره جنوبی پیشرفته تر بود تبدیل کرد به کشوری که امروز از سومالی بدبخت تره. اسلام میتونه صلح‌آمیز باشه؟ بله. میتونه، میتونه قطعاً میتونه صلح‌آمیز باشه. پتانسیلی که اسلام برای صلح‌آمیز بودن داره قطعاً از مسیحیت بیشتر. مهمترین شخص ایران در 100 سال اخیر؟ دکتر محمد مصدق. رضا شاه پهلوی. بدترین شخص ایران در 100 سال اخیر؟ اسدالله لاجوردی. محمد موسوی خوئینی ها. آمریکا چه جوری باید برخورد کنه تا از بحران ایران در بیاد؟ رعایت منافع ملی و حقوق مردم ایران. بایستی که از ارزش‌های آمریکایی که آزادی، آزادی بیان، دموکراسی است دفاع کنه. ایران باید چیکار کنه که از بحران با آمریکا خارج شه؟ ایران منظورتون کیه؟ حاکمان ایران ول کنن برن سر شغل اولش. ایران هم دقیقاً کنار گذاشتن خصومت و رابطه مبتنی بر دشمن محوری و بنا رو بر تعامل و سازگاری گذاشتن. ایران واقعا به مذاکره اعتقاد داره؟ نه، قطعا اعتقاد نداره. ایران فقط به چماق اعتقاد داره. جمهوری اسلامی چه؟ خب آقا نیما و حال با قضایای خود واقع بینانه تر برخورد. من از ارادتمندان آقای افشاری بودم از سالهای سال پیش. نیما دوست خوب من، همیشه دیدنش خوشحال میشه. اما هفته پیش سالگرد 25 بهمن و جان باختن تعدادی از هموطنامون در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات بود. محمد مختاری از طرفداران پارازی یکی از این کشته شده ها بود. همچنین سانه جاله. سانه دانشجوی رشته هنرهای نمایشی، متولد شهر پاوه، عاشق سینما و عاشق موسیقی بود. این لحظات پایانی برنامه رو به یاد سانه جاله تقدیم میکنیم. روحش شاد.
سرایده سانا گیانه گفته گیانه کلداشی کبانو گیانه کلداشی